أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك و لا تخزنا يوم القیامه انك لا تخلف الميعاد. این مجموعه یعنی این پنج کریمه هم اصول دین را در بر دارد هم فروع دین را. از این که فرمود ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب می تواند راجع به اصل مبدع باشد، اثبات مبدع و صفات مبدع و اسماء حسنای مبدع با تذکر در خلق سماوات و الارض. اصل خلقت انسان را به خالق و اوصاف خالق راهنمایی می‌کند که آیه وجود حق و اسماء الهی است که این راجع به مبدع و اسماء حسنای مبدع است. آیه دوم راجع به معاد است، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که فروع عملی را به همراه دارد. بعد فرمود به یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی این نظام واحد هدف دارد. پس اون آیه قبل که لآیات لوالالباب بود مضمونش این بود که تفکر در خلقت آسمان و زمین اولوالالباب را به وجود مبدا و اوصاف مبدا راهنمایی میکند. آیه دوم آن است که تفکر در خلقت آسمان و زمین به پی بردن به نظام داخلی اونها اولوالالباب را به معاد هدایت میکند که میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اون استدلالی که آیون کردن برای اثبات مبدا اگر از آیه اول بخوان استفاده کنن تام است، ولی از آیه دوم بخوان بهره بگیرن، یعنی از وی تفکرون فی خلق السماوات و الارض بخوان استفاده کنن، این ناتمام است، چون این آیه راجع به معاد است. پس آیه اول درباره مبدا است و اوصاف مبدا، آیه دوم درباره معاد است. این آیه‌ای که چند روز محل بحث بود درباره ربنا ما خلقت هذا باطلا این منظور است، وگرنه اون آیه قبل میتواند درباره مبدا باشد. این آیه‌ای که درباره ما خلقت هذا باطلا است چون فرمود سبحانك فقنا عذاب النار، با تفریع درخواست نجات از عذاب نار را و نفی بطلان مترتب فرمود، معلوم می شود که ما خلقت هذا باطلا یعنی این عالم هدف دارد. این طور نیست که دائما این عالم به حالت خود باشد و به دارالقرار نرسد و هر کس هر چه کرد آزاد و رها باشد. و آیه بعدش که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار، این بیان همون فرع است، جدای از اون فر نیست، چون ذیل آیه دوم این بود که سبحانك فقنا عذاب النار. بعد در آیه بعد بعد ربنا انك من تدخل النار فقط اخزیته، این دلیل اون طلب هست. چرا از ذات اقدس اله نجات از نار طلب می کنن؟ برای اینکه ورود در نار مستلزم خزی و رسوایی است. و چرا از خدا طلب میکنن؟ برای که غیر از خدا احدی ناصر نیست. پس هم دو مطلب هست هم دو دلیل. یه مطلب این است که نجات از نار طلب میکنن، دلیلش چیست؟
برای اینکه کسی که وارد در جهنم می شود آبرویش ریخته می شود. مطلب دیگر اینه که از ذات اقدس اله طلب میکنن، بگن ربنا. چرا؟ برای اینکه کسی که استحقاق نار دارد چاره جز پناه به خدا ندارد، غیر از خدا احدی ناصر نیست. خب پس این آیه بعد پیام جدیدی ندارد مگر همین تعلیل ذیل آیه قبل. آیه قبل این است که ربنا عذاب النار، اونگاه علتش در آیه بعد ذکر می شود که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. پس آیه اول درباره مبدأ است، آیه دوم درباره معاد است، آیه سوم فرع بیان همون فرع ذیل آیه قبل از چیز جدایی نیست. اونگاه نوبت به آیه دیگر می رسد که این درباره رسالت و نبوت است که مجموعه اینها اصول سگانه دین را تبیین می کند. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اون منادی که ندای ایمان می دهد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس اینها رسالت را، نبوت را، وحی را در آیه سوم می پذیرند، در آیه اول مبدأ را، در آیه دوم معاد را، در آیه سوم رسالت را، اونگاه اعمال فرعی را هم در خلال این پنج آیه عمل میکنند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، این مربوط به اعمال صالح است. یا استغفار کردن در همون ذیل آیه چهارم آمده است که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. و همچنین آیه آخری که ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه، باز این هم طلب بخشایش درباره مسئله معاد است که مجموعه این پنج کریمه هم حاوی اصول دین است هم شامل فروع دین. اصول دین را به صورت باز و روشن در سه آیه جدای از هم ذکر فرمود، فروع دین را در خلاش ذکر فرمود. تأمل در نظام آفرینش به تنهایی کافی است برای پی بردن به مبدأ و معاد، یعنی هم خلقت دلیل بر وجود خالق است، هم نظم مستحکم جهان آفرینش دلیل بر هدف داشتن است. پس تفکر فی خلق السماوات و الارض هم میتواند مبدأ و اسمای حسنای مبدأ را اثبات کند، هم معاد و مواقف معاد را میتواند ثابت کند. ولی وحی و رسالت را از راه دیگری را اثبات میکنند، گرچه خود تأمل در خلقت آسمان و زمین نتیجهش این خواهد بود که حتما خدای حکیم برای هدایت انسان ها پیامبری دارد، اما شاید با این آیه نتوان اثبات کرد که صرف تفکر در آسمان و زمین دلیل بر نبوت عامه باشد. البته دلیل بر نبوت خاصه که یقینا نیست، یعنی تفکر در آسمان و زمین این راهنمایی نمی کند که فلان شخص پیغمبر است. نبوت خاصه را باید با معجزه و امثال ذالک اثبات کرد، ولی اصل نبوت، نبوت عامه را تفکر در خلقت آسمان زمین اثبات می کند. یعنی اگر کسی لبیب باشد، دارای مغز باشد و درون بین باشد، این اصول سگانه دین را از تأمل در آسمان زمین و خلقت عالم اثبات می کند. چون تصادف که محال است خلق بدون خالق نخواهد بود، و چون با نظام مستحکم آفریده شد پس اون خالق علیم است، حکیم است، قدیر است و ماننده. پی بردن به مبدأ و اسمای حسنای مبدأ با تأمل در آفرینش آسمان و زمین ممکن است، چه اینکه تدبر در نظام داخلی آسمان و زمین او را به معاد راهنمایی میکند که اگر یک موجود منظمی را کسی ببیند سوال میکند این برای چیست. یک سوال این است که کی او را خلق کرد،
یک سؤال است که برای چیست. اگر درباره اجزای عالم بخواهد بحث کند، سؤال و جوابش مشخص است. مثلا سؤال بکند آب برای چیست، جوابش مشخص است. یا خاک برای چیست، جوابش مشخص است. و اما اگر از این مجموعه آسمان و زمین که یک امر واحد بیش نیست و ما امرنا لا واحده، درباره این مجموعه آسمان و زمین که با هم هماهنگ و منسجمن سوال بکند این مجموعه برای چیست، باید پی ببرد که این مجموعه باید هر کدام به خود این مجموعه به هدفش برسد. هدف این مجموعه میشه معاد. خود این مجموعه درش آسمان ها و زمین و انسان و حیوان و گیاه و امثال ذلک هستند که بعضها فوق بعضن. این مجموعه به هدفی میرسد به نام معاد. اون معاد هم مواقف فراوانی دارد که بعضها فوق بعض، درجاتی هست یا درکاتی هست و مانند آن. و تأمل در آسمان زمین برای اثبات رسالت عامه و نبوت مطلق هم کافی است. برای اینکه اگر کسی تأمل کرد گفت این نظام یک مبدا حکیم دارد و این نظام یک هدفی دارد، پس یقینا خالق این نظام بشر را که به اون هدف میرسد راهنمایی میکند. ممکن نیست مقصد باشد و راه نباشد، و ممکن نیست راه باشد و ناظم حکیم راهنما نفرستد، چون عقل بیش از این نمیفهمد که معادی هست. به بیش از خطوط کلی را هرگز درک نمیکند. اما اونجا چی طلب میکنن؟ در اون حیات چی لازم است؟ این را باید وحی بگوید که تزود و فعن خیر از زاد تقوا. پس عقل بعد از اثبات معاد پی به رسالت میبرد. میگوید وقتی هدف هست، یک دارالقراری هست، یقینا یک راهی هست به دلیل راهی. اون راه به نام دین است و صراط مستقیم. اون دلیل راه می شود رسول و نبی. یه وقت است که انسان معاد را از وحی ثابت می کند. می گوید خدا ثابت شد. چون خدا ثابت شد کسی هم ادعای نبوت کرد و معجزه آورد، فهمیدیم از طرف اوست. و این شخصی که صادق است و مصدق می گوید معادی هست، که معاد را از راه اثبات وحی و رسالت ثابت میکنن. یه راهی است قابل قبول. یه راه دیگری هم هست که اون هم قابل قبول است، و این است که با تفکر در نظام آسمان و زمین مبدا ثابت میشود اولا، معاد ثابت میشود ثانیا، قهرن راه و راهنما ثابت میشود ثالثا. اگر هدفی هست یقیناً یه راهی هست. اگر راهی هست این خدای حکیم راهنما میفرسته. چون هدف هست و انسان در اونجا یا کیفر میبیند یا پاداش میبیند، باید در مقابل یک عملی باشد. اون عمل رو باید راهنما مشخص کند. این است که اگر کسی با برهان عقلی بخواهد طی کند، اول مبدا، بعد معاد، بعد وحی و رسالت. یعنی خود تدبر در آفرینش آسمان و زمین اصلین را، یعنی مبدا و معاد را اول اثبات میکند، بعد نبوت را. راه‌های دیگری هم هست البته قابل طی کردن است. و اما اون چه که این آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران به عهده دارد ظاهرا همین است: اول اثبات مبدا به اون آیات دل الباب، بعد اثبات معاد به عنوان ربنا ما خلقت هذا باطلا، بعد هم مسئله رسالت ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. عقل یقینا جزئیات را درک نمی کند، چون اصل معاد را عقل درک می کند. اما اونجا چه خبر هست، بهش چیست، جهنم چیست، مواقف قیامت چیست، حساب چیست، صراط چیست، از آدم چی سوال می کنن، چی طلب می کنن، اینا رو که عقل درک نمی کنن. بله دیگر،
ایشون برهان عقلی حد وسطش همین است که وقتی هدف بود به راه بود و خود هدف را عقل به خصوص اصلیه ثابت میکند از جزئیاتش بی خبر است و همچنین راه را بالقول الاجمال ثابت میکند از خصوصیات تفصیلیش بی خبر است، یقینا میگوید یک کسی هست که اون هدف را به ما تفهیم کند. خب این اصول سگانه، اون هم فروعی که در وسطش ذکر شده است، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. مطلب دیگر آن است که بعضی از بزرگانی که آیات الاحکام نوشتند، نظیر مرحوم مقدس اردبیلی، اینها بعضی از آیونی که اهل سنتند و مسائل فقهی را در همون مسائل تفسیری درج میکنند، نظیر قرطبی در جامع الاحکامش، این الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم را قابل انطباق بر مسئله نماز در حالات سگانه یافتند، که اگر کسی سالم باشد نمازش ایستاده است، بیمار باشد ولی قابل تحمل باشد بیماریش، نشسته نماز میخواند، و اگر نشسته مقدورش نبود به پهلو میآرمد و نماز میخواند، که این را نظیر همون آیه سوره مبارکه نساء احیانا معنا کردن، که اون هم قبلا خونده شد در سوره نساء آیه 103 این است که اذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. در اون آیه 103 سوره مبارکه نساء دو بیان هست، یکی این که اذا قضیتم الصلاة، یعنی اذا اردتم ان تقضوا الصلاة، یعنی نماز را انجام بدید، قضا یعنی فعل، اذا قضیتم یعنی اذا اردتم ان تفعلوا الصلاه. اونگاه سه حالت برای شما پیش میاد بر اثر سلامت و بیماری و نماز رو در این حالات گوناگون انجام بدید، چون که روایات هم همین معنا رو تضمین کند، منتها حالا بین استلقا و بین اضطجاع بر پهلوی راست بعد اضطجاع بر پهلوی چپ ترتیب هست، اون در روایات باید مطرح بشه، وگرنه اصل آیه بعد از قعود جمع و پهلو رو دارد. بیان دیگر آن است که این آیه 103 سوره مبارکه نساء که فرمود اذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، معناش این است که شما عبادتتون را فقط در نماز خلاصه نکنید، نماز وظیفه واجبی است که باید انجام بدید، وقتی نمازتون تمام شد بعدن که به سراغ کار می روید، در حین کار یاد خدا از یادتون نرود. فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله، هم می تواند شامل تعقیبات بشود، هم می شود شامل توجه به خدا در حالات عادی بشود. در سوره مبارکه جمعه فرمود که اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، یعنی وقتی نمازتون تمام شد لازم نیست که در مساجد بمانید، برید به سراغ کارتون، کسبتون، کسب روز از ذات اقدس اله. این برای آن است که لازم نیست که شما اونجا بشینید، این امر در مقام توهم حضر است، حال لازم نیست که نمازتون تمام شد دوباره تو مسجد بشینید، فنتش رو فلرد. اما این آیات دارد که حالا که عباداتون رو انجام دادید، نگویید به این که ما موظفیم در یه بخش مخصوصی به یاد خدا باشیم، این طور نیست. یاد خدا اختصاصی به نماز ندارد. ذکر کثیر یعنی یاد حق مثل نماز نیست که در پنج وقت خلاصه بشود. یاد حق دائمی است. یاد حق نظیر نماز نیست که در 17 رکعت واجب و 51 رکعت مجموع واجب و مستحب شبان روز خلاصه بشود. در اینجا فرمود به این که اذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، و این اذا قضیتم الصلاة معناش این نیست که اذا اردتم ان تفعلوا الصلاة، بلکه اذا قضیتم الصلاة، وقتی نماز خوندید به یاد خدا باشید، در حین انتشار فی الارض ابتغاء من فضل الله به یاد حق باشید در هر حالتی که هستید، قهرن دائما به یاد حق خواهید بود و در حال طمأنینه و آرامش نماز را به سبک دیگر می‌خوانید، نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره برای بیان مناسک حج آمده است، آیه 200 سوره مبارکه بقره این است که فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا،
فیضا قضیتون مناسککم نه یعنی ازا اردتم ان تفعلوا المناسک، بلکه ازا قضیتون و فعلتم مناسکتون را انجام دادید، یعنی در عرفات وقوف کردید، در مشعر وقوف کردید، در منا قربانی کردید و حلق کردید، کاراتون رو انجام دادید، به این فکر نباشید که حالا ما مناسک رو انجام دادیم نظیر جاهلیت به فکر مفاخر گذشتگان باشید، بلکه فذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. در جاهلیت این مناسک حج بود، ولی در منا که بیتوته می کردن و مانند آن به افتخارات جاهلی می پرداختن. در این کریمه آمد وقتی اون اعمالتون رو انجام دادید، اون اعمال را با ادامه ذکر حفظ بکنید، نگویید مناسک تمام شد، نتیجه اون مناسک در حالات بعدیتون هم ظهور بکند. وقتی مناسک را انجام دادید، تعقیبات مناسک فراموشتون نشود، فذکروا الله که ذکرکم آباءکم. بنابراین در اون اذا قضیتم الصلاه دو بیان هست، در این آیه محل بحثم که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دو بیان هست. بیان جامعش این است که اختصاصی به نماز ندارد، البته حالات گوناگون نماز را هم شامل می شود. خب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سر تکرار این خلق سماوات با اینکه در آیه قبل فرمود ان فی خلق السماوات والارض، شاید همین باشد که اولی برهان بر توحید است و مبدا، دومی برهان بر معاد است و مواقف قیامت. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خب تو منزه از آنی که کار باطل انجام بدی، یقینا هدف دارد. وقتی هدف دارد، ما را در اون دارالقرار که هدف هست حفظ بکن. چرا؟ ربنا، این تکرار ربنا برای آن است که ادب دعا محفوظ باشد، انسان زیاد به یاد حق باشد. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، خدایا تو هر کسی را به آتش بفرستی او را رسوا کرده ای. یعنی ورود در نار یک عذاب جسمانی دارد که کلما نزدت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، و مانند آن که اینها عذابهای جسمانی است، و یک عذاب روحی دارد که اون عذاب روحی بهتر از عذاب جسمانی است. اگر بفرماید ربنا انک من تدخل النار فقط عذبته، خب این اتحاد مقدم و تالی است، این گفتن ندارد. ربنا انک من تدخل النار فقط احرقته، اینم اتحاد مقدم و تالیس گفتن ندارد. اما ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، این احتیاج به گفتن دارد. خدایا هر کس را که تو سوزوندی رسوا کردی. یه وقت است یه عده می سوزن اما رسوا نمی شوند. ممکن است در دنیا کسی را بسوزانند و او معزز و محترمتر بشود، مثل اینهایی که شهدایی که با انفجار سوختن، اینها عزیز شدن نرسوا. ولی هر که را خدا بسوزاند قبلا آبروش برده و اون مهمتر است. رسوایی عذاب روحی است، سوخت و سوز جسم و پوست یا عذاب جسمانی است، عذاب روحانی البته دردناکتر از عذاب جسمانی است. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، و هیچ راهی هم نیست، و مال الظالمین من انصار. این دو تا نکته را به همراه دارد، یکی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت بودن است، یکم توحیدی در کار. اما اون حکم نفرمود ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و ما لهم من انصار. اگر این فرمود و ما لهم من انصار، مطلب ادا می شود، یعنی کسانی که تو اونها را به آتش فرستادی اونا انصاری ندارن. اما از این که فرمود و ما للالمین من انصار، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی تو که منزه از ظلمی، اینهایی را که تو به آتش میفرستی چون ظالمند به آتش میروند. حالا ظلم اقسامی دارد، ظلم به نفس هست، ظلم به غیر هست، ظلم به دین هست، این نشرکل ظلم عظیم هست و مانند آن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما هست. پس اونها که
به آتش می روند در اثر ظلم به آتش می روند. اگر می فرمود و ما لهم من انصار، این لطیف بیان نمی شد که سبب ورود اونها در آتش ظلم اونهاست، این بیان نمی شد. و حالا که اسم ظاهر به جای ضمیر قرار گرفت، این لطیف بیان شد. مطلب دوم آن است که گرچه پیش موحد در دنیا تنها کسی که ربوبیت به عهده اوست خدای سبحان است، و اما این مطلب در آخرت برای همه ظهور میکند. فرمود ما للظالمین من انصار. حالا انصار یا نظیر ارباب جمع رب است و جمع نصر است، یا انصار نظیر اصحاب جمع صاحب است. علا ای حالین، اون هم معنای وصفی دارد نه معنای حدثی. انصار یعنی یاوران. خدا اگر کسی را به آتش بفرستد، هیچ ناصری برای او نیست. تو بحث‌های قبلم بین نصرت و ولایت فرق بود. یه وقت است که انسان گوشه ای از کار را خودش به عهده می‌گیرد، تتمیمش را دیگری به عهده دارد، در اینجا جای نصرت است. یه وقت است که همه کارهای این شخص را دیگری به عهده می‌گیرد، اینجا جای ولایت است. در قرآن کریم هم ولایت ظالمین نفی شده است، هم نصرت ظالمین. فرمود اینها مولایی ندارند، لا مولا لهم، اینها در تحت ولایت الله نیست. این آیه و آیاتی هم قبل این آیه نصرت را نفی می‌کند. فرمود لا ناصر لهم، یا و ما للظالمین من انصار. یعنی نه تنها همه کارهای ظالم را مبادی عالی به عهده نمیگیرند که بشوند ولی او، بلکه این چه نیست که به او هم کمک بکنند. بنابراین اون مبادی عالیه نه ولایت ظالمین را به عهده دارند، نه نصرت ظالمین را به عهده میگیرند. و مال ظالمین من انصار. خب ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار. این خزی هم در دنیا دامنگیر انسان تبهکار می شود، هم در آخرت. در بخشای سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که یه دی در هر دو عالم رسوایم، چه در دنیا چه در آخرت. رسوایی دنیا در آیه 85 سوره بقره آمده است که فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و من الله بغافر عما تعملون. این تعبیر که لهم خزی فی الحیات الدنیا و فی القیامت کذا در غیر سوره مبارکه بقره در آیات دیگر هست. مطلب دیگر آن است که این خزی و رسوایی اختصاصی به کافر ندارد. البته مؤمن رسوا نیست، مؤمن رسوا نیست، این رو خدا نفی می کند. اما این چه نیست که خیز مخصوص کافرین باشد. مسلمان غیر مؤمنم که اهل خیز است ممکن است مبتلا به خیز بشود. به هر اندازه که انسان معذب است به همون اندازه مبتلا به خیزی است. این صدر آیه ی اصل کلیس ربنا انکه من تدخل النار فقط اخزیته. بعضی خواستن بگوین این خز مخصوص کافران مخلد است، این تدخل با یه اشتقاق صغیر و کبیر و امثال ذلک، این ادخال از اون اخلاد گرفته شده. انکه من تدخل النار یعنی من تخلده فی النار، تا ثابت بکنن که خز مخصوص کافران است. بعض از آیات هم خز را مال کافران می دانند. ان الخزی است جوم و سو علی الکافرین. نظیر سوره نحل دارد که قد مکر الذین من قبل فأتى الله بنیانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم، که درباره کافران است. و یقول این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین. خب این حصر نیست،
ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین، معناش این نیست که غیر کافر اصلا خزی ندارد، این طور نیست. طوری هست داشته باشد که جلو اطلاق من تدخل النار فقط اخزیته را بگیرد نیست، این اطلاق صدر آیه محفوظ است، انک من تدخل النار فقط اخزیته، چه ادخال به نحو خلود باشد چه به نحو غیر خلود، چه اون داخل کافر باشد چه غیر کافر، چه اون ظالم ظلم عظیم داشته باشد مثل شرک یا ظلم به غیر داشته باشد. بنابراین اطلاق آیه سوره آل عمران مقید یا اون عمومش مخصص به این عناوینی که در آیه سوره نحل و مانند آن آمده نیست. در سوره مبارکه تحریم این البته به صورت حصر به خوبی دلالت دارد که مؤمن آبروش نمی رود. آیه 8 سوره تحریم این است که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روزیست که آبروی آیه 8 سوره تحریم آبروی پیغمبر و مؤمنان همراه پیغمبر محفوظ است، این ظاهرش حاضر است. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، کدام مؤمنین؟ مؤمنی که نورهم یسعا بین ایدیهم و بایمانهم، این گونه افراد. مؤمن یعنی کسی که به احکام دینش عالم باشد و عامل یعنی عادل باشد، این در همه نشاط راحت است، این نه فشار قبر دارد نه مشکلات برزخ دارد نه خزی قیامت. البته درجات عالیه‌ای که مال معصومین علیهم السلام است نصیب مؤمن عادی نیست، اما مؤمن هیچ رنجی ندارد، همه رنجها را در این طرف یعنی در دنیا تحمل می کند. همین که نشعه برزخ فرا می رسد، لحظه مرگ لحظه راحتی او از همون اول راحتی شروع می شود تا لقاء الله. این اصل کلی نیست که فشار قبر برای همه باشد که هر کس باید در قبر فشار ببرد، این چنین نیست، چون فشار قبر یه عذابی است و هرگز عذاب برای مؤمن نیست. البته این روزت من ریاض الجنه مراتبی دارد، اما مؤمن یعنی کسی که عالم به احکام و وظائف هست و عامل به اونهاست یعنی عادل است، این هیچ رنجی ندارد. البته به او سخت میگذرد بر نشعه انتقال، یه چیزایی بر او پیدا میشد اما هیچ کدوم جنبه تعذیبی ندارد برای او. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، و انبیاء علیهم السلام هم که دعا میکنند در دعا حفظ آبروی اون روز را طلب میکنند، چون که در سوره شعرا از زبان ابراهیم خلیل سلام الله علیه این چه نقل میکند که وقف لعبی انهو کان من الظالمین ولا تخزنی یوم یبعثون، اون روزی که بندگانت مبعوث می شوند مرا در اون روز رسوا نکن، آبرویم را حفظ بکن. البته کسی که سعی کرده است آبروی دیگران را حفظ بکند بر فرض هم در قیامت معذب بشود، گرچه اون تعذیب همراه با خزی است اما خزی علنی ندارد، یعنی اگر کسی ستار بود و آبروی کسی را نریخت و سعی کرد آبروی دیگران را حفظ بکند، این اگر هم معصیت کرده باشد معصیت کار باشد در قیامت می سوزد، اما تنها می سوزد، کسی نمی فهمد او دارد می سوزد، این چنینه. در روایات معاد آمده که ذات اقدس اله وقتی اقرار میگیرد همه صحنه های اعمال و گفتگوها را با شخص در میان میگذارد که تو این کارها را کردی، اوم اعتراف میکند و کسی که پهلو و ایستاده است اصلا نمیبیند و نمیشنود، چون یه همچه عالمی است. اگر کسی نه روحش روح حد که حیثیت بود، این عذابش هم علنی است، اما اگر کسی نه این خصوصیت را داشت که آبروی هیچ کس را نریخت و اگر
آبروی کسی در معرض خطر بود او سعی کرد حفظ بکند، پاداشی که میبیند سیانت ارز است. اگر هم در موارد دیگر گناه داشته باشد ممکن است در اثر اون گناه عذاب ببیند، اما عذاب او عذاب علنی نیست که با خیز همراه باشد. البته پیش خود شرمنده است. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.